کلاه دروغگو. به به به، یه روز دیگه. خب بهتره برم ببینم امروز. آخ آخ، خام خام، ای مامان، آدم کمک، وای آخ کمک، ای داد، ای بیداد، کمک کمک کمک. چی شده پدر جان؟ شما حالتون خوبه؟ بسرم معلوم نیست کدوم از خدا بی خبری یه چیزی انداخت روزه اینهاش یه ماشین اسباب بازیه. چی؟ ماشین اسباب بازی؟ ببینم پسر، تو خجالت نمی کشی با این سن و سالت ماشین بازی میکنی؟ بعدشم حالا که ماشین بازی میکنی چرا وسایلتو از روی زمین جمع نمی کنی؟ اما آخه من که اصلا ماشین بازی نمی کنم، که من فقط کتاب میخونم. پس یعنی این کار کی میتونه باشه؟ نه حتماً کار خرید که نیست. نه من خرید رو خودم میشناسم، خر خوبیه، فقط بهتره یه نکته ای رو بدونه. خره بی تربیت دیگه شروعشو در آوردی. آخه این چه وضع طبیله است؟ خرهای دیگه طبیله دارن، تو هم طبیله داری؟ تا که بازی گوشی؟ تا که بی نظمی؟ من یه طاقت این کارهای تو رو ندارم. خوب گوش کن، تا من برمیگردم این طبیله رو باید مرتب بکنی، وگرنه نهار بی نهار. فهمیدی؟ کنم حالا باز کنم. باز کنید پدر جان. آی چی میبینم؟ آفرین خره، من به تو افتخار. این دیگه چه قیافه یه واسه خودت درست کردی؟ زیر وسایلت پیداش کردی؟ عجب کلاه مسخره ایه. بخند پسرم، بخند به قیافه خری، بخند تا خودش خجالت بکشه و این کلاه مسخره رو از سرش برداره. نه چرا آخه بد بخندم پدر؟ شما که خودتون گفته بودین مسخره کردن کار بدیه، که مگه نه؟ نه سلامتی، قرار فردا بریم شهر، اگه شهریان ما رو با این کلاه مسخره ببینن حتما مسخرمون میکنن. چی؟ برات مهم نیست مردم راجبه چی میگن؟ منم با خری موافقم پدر جان، بذار کلاشو بیاره خواب دیگه. آها ای بابا، حالا که اینقدر اصرار میکنیم باشه، فقط زیادی جلوی چشم من ظاهر نشید و الانم زودتر آماده شین که کلی کار داریم. آی مردم پدر جان، چقدر دیگه باید را بیم؟ بسرم قصه نکن، اگه بدونی من چه چیزایی رو با خودم ببردم تا تو شهر بپوشیم و پول دار بشیم. مثلا قاشق و نقره، گردنبند مرواری، دستبند الماس. بله آفرین بسرم، تازه بازم هم. رد کنم بیاد ببینم. وای بازم دوز. آقا دوز باور کن ما هیچ چیز به درد بخوری نداری. خب البته که دیوار موش داره، موش هم گوش داره، اما با این حال قاشق و نقره و گردنبند مروارید و دستبند الماس و باقی چیزا ارزونه تون. کلا اون خره رو رد کنید بیام. چی؟ همش همین؟ عجب دزد با انصاف. هره میگم مگه نشدید این آقا دزد محترم چی گفتن؟ جد کلاشونو پس بده یاله بدید. بفرمایید آقا دزد، قابل شما رو نداره. بهمه عجب کلاه خوبی. خب خدا حافظ احمقا. عجیب بابا، چرا با وجود این همه اجناس قیمتی دزده کلاه خری رو برد پدر؟ نه پسرم اینطوری نگو، هنوزم دزدهای با وجدان پیدا میشه. حالا به جای این حرفا زودتر جمع کنیم بریم شهر تا دزده وجدانش از دست نده. بودو بریم، بودو بریم، بودو بریم. ای بودا بیا قاشق و نقره دارم، گردنبند مروارید، دستبند الماس، دستبند الماس دارم،
ای بود بیا قاشق و نقره دارم، دستبند الماس دارم. عجیبا این همه داد زدیم پچاره هیچ کس نمیاد از ما خریدی کنه. ای بابا حتما یه علتی داره دیگه. خب بابا جان اینا چیه که میفروشی؟ مگه شما تو باغ نیستی؟ نه الان چند وقتی دیگه ایچکی قاشق نقره و گردبند مروارید و دستبند الماس نمیخره. این چیزا دیگه ارزشی نداره. آخه چرا؟ بعد از طوفانی که اومد و کلاه شهر همه مردم شهر رو بود، الان کلاه تو این شهر نایاب و قیمتی شده. الان مردم کلاه میخوان آقا. کلاه؟ ای کلاه دارم، کلاه پیشه رده. اینجوره نگاش نکنا، رو سر لوی چاردهان بوده آقا. آقا چند میدی کلاهو؟ همش 1000 سکه. من 1200 سکه میخرم. 1200 سکه نبود؟ نه من 2000 سکه. 2001 2002 چه میگی خره؟ این حرفای زشت چیه میزنی؟ خجانت بکش، عفت کلام داشته من. ای دزد نابکار، حالا فهمیدم چرا کلاه خر عزیزم رو دزدیدی. فکر کنی میتونی فرار کنی؟ بدش من اون کلاه. کمک کمک دزد 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 خودتی بدش به من، بدش به من. دزد چه بود گفت دزد؟ این دزده، دستگیرش کن آقا، زود باش. آقا خودش دزده. صبر کنین ببینم، بیشتر توضیح بدید ببینم چی شد. آقای داروغه این آقا دزده کلاه خر عزیز بنده رو دزدیده، حالا هم آورده داره میفروشه. آقای داروغه کدوم دزد؟ این کلاه مال خود خودمه. آه عجب وضعیت بغرن چی. خب تعریف کنید داستان چی بوده؟ ها داستان؟ بله آقای داروغه، القصه سالها پیش وقتی من نوزاد بیکس و کار و درماندهی بودم، مادرم از فرط نداری و بیماری منو درون تنها دارایی خانوادگی بود، یعنی این کلاه گذاشت و به آسیابان ظالم تحویل دم. اون آسیابان و خر و پسر ظالمش منو در اون آسیاب به کار گرفتن و مجبور کردن تو سرمای زمستون یخ حوض رو بشکنم و لباساشون رو بشورن. برای مهموناشون آب می آوردم و آشپزی می کردن. خر و پسر و آسیابان هر روز از من به عنوان کیسه بوکس استفاده می کردن و منو به باد کتک می گرفتن. بعضی وقت هم از هم به عنوان دستگیره استفاده می کردن تا ظرف داغشون رو از روی آتیش بردارن. بعضی وقت هم من پادری خونشون بودم. بعضی وقت هم سوزن نخ کنشون بودم. ای بابا بس دیگه، من طاقت شنیدن این داستانو ندارم. نه بیا بیا بغلم پسرم. خره تو دیگه چرا گریه میکنی؟ داستانش قشنگ بود. آره خیلی خوب دیگه شنیدیم این آقای دوست محترم چی گفتن، حالا نوبت شماست. قصه بگیم باور کنید. آها فهمیدم، ما دوز نیستیم. نه یعنی خری بگو کلاه خودت دیگه. پسر من بود. آره ما راستش ما داشتیم را میرفتیم، یعنی فهمیدم خری هم بود. سب کنین یادم اومد، این کلا خودش میتونه بگه کی دروغ میگن. بسرم تو میدونی داری چی میگی؟ خیالت راحت پدر جان، من یه نقشه خوب دارم. منظورت چیه؟ این کلاه یه کلاه جادوییه که هر وقت دست دزد بیافته سوراخ میشه. ای نامردان، حالا فهمیدم چرا کلاهو مفت و مفت دادنش به من. نگو تن سوراخ بوده. چی گفتم بایی؟ ای دزد دروغگو، واسه من قصه میبافی ها؟ وای نه، سب کن یه داستان دیگه میگم، سب کن. یه روزی یه اولا قصه بی قصه شناختمت. بیا بریم حق باز.
بیا خری، این کلا مال توه، حالا میتونی بفروشیش و پولدار بشی. بله. خب چرا نمیفروشی؟ بله بابا، من میخوام. خری راست میگه، این کلا یا کلا جادویه، نباید به همین سادگی فروختش که پدر جان.